یعنی بالاخره پردلجوی کوچیک آرزوی پنهان پدر بزرگوارش رو عملی میکنه و سالا رو کنار میزنه؟ کنار نمیزنم، زمین میزنم. سب کن، این مردم سر میز بود؟ قربان، به صورت اتفاقی افتاد تو عکسا. همه عکسا همینه سورتیج؟ به درد بخوراش. گوش کن سورتیج، من همه عکسا رو میخوام، مخصوصا اوتیای این یارو که توش واضح تره. بله قربان، آدم مهمی؟ برای من آره، خودش شیطونه. چطوری؟ خیلی قیافه هم عوض شده نه؟ در اتاق مدیر عامل باز کنم، خودت هم بیا منو معرفی کن، البته اگه منو نمیشناسن. خسته نباشی سعیدم، من مهرانم. البته ما قرار بود تو اتاق خانم سالار با هم آشنا بشیم. من معلم ورزش جدید بچه‌هام. واه واه، فرستادن چاقو علامت تسویه حساب حسین. چه تسویه حسابی؟ من از فردا خودم میافتم پی این ماجرا، یه سری چیزا هم متوجه شدم، اینجوری زودتر میتونم به نتیجه برسم. دیوونگی نکنی لیلا. نه نگران نباش، امانت تحویل صاحبش. همه سراغتون رو میگرفتن. اگه همه چی هم طبق روال باشه، بازم این جماعت فقط با دیدن جناب سالار خوشحال میشن. شما آقای به نام جاسم میشناسید درسته؟ جاسم، مگه نگفتی اهل معامله ای؟ چرا؟ بکش. چجوری اومدی اینجا؟ من چطور نفهمیدم اون داووده؟ سورتیج، یه زنده مونده یه دیگه؟ یه زنده مونده یه دیگه سورتیج؟ جاسم و دوتا از نوچه‌هاش دخترها بردن توی ساختمان. میتونم برم بالا و بکشونمشون کف پیاده. سورتیجی، از جا تکون نخور. بپاشون تا من خودم رو بهت برسونم. من از این آقا هیچ شکایتی ندارم. پس راست گفت. من لیلا سالار نیستم. آقا این آدم شما که امشب همه چی رو خراب کرد که. دختر سالار رو گروگان گرفت. بازی؟ کدوم بازی جناب سرگرد؟ چیزی که واسط می نویسم شماره تلفنمه. پردلجو رو پیدا می کنی یا بهش می رسونی، می دیش به رئیس تازت. تو شمال شهر سیل میاد و فروکش می کنه، می زنه به دل خرابی ها و با کمک مردم آوار جا به جا می کنه. امروز یه دختر بچه پیدا می کنه، بعدم از همه قدرت خانواده تازهش استفاده میکنه تا اسم او دختر بچه تو شناسنامه بشه سالار. پیدا کردنت کار سختی بود.
میشناسیم هوا؟ قصه فوق برنامه نداریم، پس مجبورم نکن پسر خودمه با دستای خودم بکشم. راستی اگه این آقای سمیر رو دیدید بهش بگید یه سری به من بزنه. دیروز یه ملاقات نچندان دلچسب با جاسم داشته. روز تصفیه حساب رسیده، کی و کجا هم دیگه رو ببینیم؟ به خاطر من کامیار، به خاطر من برگرد به زندگی. به خاطر تو ما. چی شده؟ ایش شد، بردیم، تموم شد، پرچمت بکن. مهم اینه که الان وسط ماجرا گیر افتادی، حتی اگه جاسم مرده باشه. جاسم وقتی که داشت میمود یه چیزی بهت گفت. اون مطمئن بود سالار همون داووده. ازم خواست کار نیمه تمومش رو تموم کنم. دارن علیه شما یه پرونده پروپیمون میسازن. تا الان هم دوتا از اون قراردادهایی که به اسم شرکت بین‌المللی امضا کردین و تو سیستم ثبت نشده رو پیدا کردن. سلام، من اومدم خرمشهر. دیگه داشت خیلی دیر میشد. چی شده؟ چرا این روزه هر اتفاقی که میفته یه سرش به شما وصله؟ این بار دیگه تقصیر من بود. همون دوتا آدمای جاسم، میشناسیدشون. اومده بودن سر وقت من، تسبیح حساب همون روزی که به خاطر شما زدمشون. من قاتلم، قاتل خواجه بدر و خانواده‌اش. حدود 30 سال پیش. اسمم داوود پوشاییه. برای من از مرگ جاسم بگو، از ارتباط خودت با اون. دارم میرم سراغ ناصر، همون نفر سوم دسته جاسم و داوود. اون اگه حرف بزنه راست و دروغ صحبت‌های جاسم معلوم میشه. سلام، خسته نباشید. خسته خانم نباشید. امرتون. من دنبال ناصر میگردم. شما میشناسین؟ فرض کنم بشناسم، بگم کی باش کار داره؟ من پسر خواجه بدرم. پسر خونده جاسم. فکر کنم شناختی آقا ناصر. چیکار داره میکنی مرد کهربانی؟ وقت یقمو. آخه چرا فرار میکنی؟ از چی ترسیدی؟ من چند تا سوال ازت دارم. فرار کدومه؟ دارم میرم خونه غذا بخورم. حرفیه؟ بذار من سوالمو ازت بپرسم، بعد برو هر جا میخوای بری. آقا هر چی بگذشت مرد بشه حوصله‌اش ندارم. زندانو میکشیدم، هیچ چی هم یادم نمیاد. عزت زیاد. خیلی عیب شد، باید کلی حرف داشتم.
راجب جاسم و داوود و البته الماسا. بسا ببینم از داوود خبر داری؟ ها؟ آره دیروز دیدمش. به یه شرط، آخرش جنی نشی بزنی منو آشالش کنی بر انتقام. من خیلی وقت آتیشم سرد شده، فقط دو تا دونه سوال ازت دارم. برو دم تعمیرگاه تا بیام. بی کلک بی کلک. دیر رسیدی سورتیج. از صبح درگیری پرونده‌ای بودم قربان. یادمه یه آدمی دائما به هم میگفت آدم ها نباید کینه‌های شخصیشون رو قاطی پرونده ها کنن. شما میدونی من کجا بودم قربان؟ من اگه ندونم چی تو ذهن آدمایی که هر روز میبینمشون میگذره از کجا بفهمم اطرافم چه خبره؟ سورتیج، از روزی که نخاله های جاسم در رفتن تو دائم داری خودتو سرزنش میکنی. از روزی هم که اون پسره رو چاقو زدن بدتر، در صورتی که اصلا تو مقصر نبودی. گذاشتم پیگیری کنی شاید حالت بهتر بشه. خوشحالم که شده. نزدیک مرز گرفتیم اتون قربان. ردشون رو زدم و فهمیدم از کجا میخوام فرار کنم. عکس و مشخصاتشون رو زدم به پاسگاه مرزی و خونه یکی از همون قاچاق برای همون منطقه قربان پیداشون کردیم. تو پلیس خوبی میشی سورتیجی. سورتیجی؟ متشکرم قربان. سفرتش میبرین؟ پوردلجو اعتراف کرد، حکم قضایی گرفتم، دیگه وقتشه برم سراغ سالار. تنهایی میدون قربان؟ آره، تو به تهران و لذت رو در روی از آدمایی که دستگیر کردی رو ببر. در زمین وسط اگه اخبار جدیدی بد رسید به من تلفنی خبر بده. مثلا اگه جاسم با کسی در ارتباط بود و من بی خبر بودم، یا اگه اطلاعات جدیدی از مرزوخ پیدا کردی. مواظب خودت باش سورتیج. سورتیجی. خوربا متشکرم. بگو داود نامرد کجا؟ به اونم میرسیم، ولی اول شما باید به چند تا سوال من جواب بدین. فرما بشین. بپرس. اون روزا شما و جاسم و داود چی کار میکردین؟ کار خوبی نمیکردیم. دوزیای کوچیک با جاسم ولگرده. داود که پدرمونش از شهر رفته بودن تنها زندگی میکرد. جاسم زن داشت، منم میپلکیدم. معمولا خونه داود بودیم. این مرزوخ کی بود؟ مرزوخ معاون این شرکت کشیرانی بود. جاسم میشناختش، یه ده سال از ما بزرگتر بود، ولی قولدار. اصلا بدر او میشناخت. ازش سهم میخواست یه مدتی، بدر او میگه سهم مرزوخ بهش نمیداد. موهای پرپشتی داشت، نفسش میگرفت، زبونش هم همینطور. شنیدم تو کویت کشتنش. اون موقع من تو زندان بودم. شایعه کرده بودم کوسوهات که پارش کردم، اون تقاضا کاراشو پس داده. اما اینجوری ها نبود، یه تیر خورد خلاص. روز آخر شده بود رئیس. پیشنهاد قارت بدرم او داد. جاسم از این پیشنهاد خیلی خوشش اومد. اون موقع جنگ داشت میکشید تو خرمشهر. عراقی هم حریص اینجا بودن. قرار شد دم رفتم پولای خواجه ازش بگیرم و اما گم و گور شیم. پولای خانواده من هرچی. وقتی رسیدم اونجا بابا داد جنسای بار لنجش میکرد. خدمش هم مرخص کرده بود تا کسی بو نبره. فقط مرزو خبر داشت که معاونش بود.
او از الماسای بابات برامون گفته بود که هر یه دونه از زندگی همه ما رو از این رو به اون رو میکرد. میخواستم بعدش بزنم این سمت امارات. کاش توی شرایط دیگه دیده بودمت. کاش یه جای دیگه گیرم افتاده بودی. من تا خواستم رو پس دادم. مهمم نیست بعد از 30 سال کی چی دربارم بگه. خیلی خوب. اینا که همش تو جاسم بودین. پس داوود چی؟ اون که اول زده بود به سرش. میخواست تفنگ دست بگیره تو خانمشه مثل جلو عراقی ها. گفت دیر یازود میان. پاک خول شده بود. با نقشه کثیفتون مخالفتی نکرد؟ باور نمیکرد ما میخوایم همچه کاری بکنیم. با جاسم مفصل حرف زد. ولی جاسم تصمیم خوش گرفته بود. تهدیدش کرد که اگه حرفی بزنه یا نقشه لو بده میکشش. پس داوود اون روز نیومد؟ اتفاقا اومد. آخرش اومد. نامرد. پول خواجه رو برد و من رو لو داد. بعدم فهمیدم صبح همون روز رفته پاسگاه. همون موقعی که خبر پیشروی عراقی اومده بود. پلیس لاشه خط میرفت عقب‌تر. لحظه آخر رفته به اونا گزارش داده. خودش رسون اسکله. فکر کنم نقشه خوبی کشیده بود. من انداخت تو هچل. با پول و جواهرات خواجه زد به چاک. اون پدرمو کشت؟ دوست ندارم دربارش حرف بزنم. ناصر کمکم کن تا کمکت کنم. اون روز چی شد؟ هر کی یه تیکشو برام تعریف میکنه. لااقل تو کاملشو بگو. من تو لنج بودم. دنبال الماسای پدرت. مرزوق و جاسم تو اسکله بودن. پدر جای الماسای لو نمیداد. کتکش میزدن. اما هیچی نمیگفت. همین موقع بود که سرکله داوود پیدا شد. الماسای پیدا کرد و زد به چاک. نمیدونم چطوری از جای الماسا بو برده بود و ما رو دور زد. وقتی اومدم بیرون دیدم جاسم در مال داوود داره میدوه. دیدم خواجه مرده. مرزو بهم گفت دنبال داوود بدوم. داد میزد الماسه ازش بگیری. داوود پرید طرف موتورش. اثری از تو نبود. احتمالا بعدم برگشتی که جاسم برد داشته برای خودش. خیلی سال بعد فهمیدم زنده ای. من اون روز آخرین نفر از اونجا رفتم. زودم گیر افتادم و 16 سال حبس کشیدم. اما از قتل تبرئه شدم. من همه چی به پلیس گفتم. دیگه چیزی دربارش نمونده. همش میخوام اون روز از ذهنم پاک کنم. اما این کار نمیشه. باور کن تو اون اتفاق تقصیر من از همه کمتر بود. حالا نوبت توه. بگو داوود کجا؟ 3 روز پیش جاسم مرد. زنده و مرده جاسم برام مهم نیست. داوود کجا؟ زندونه. تو همین خرمشهر. ولی اگه نتونم مدارک کافی بر علیهش پیدا کنم آزادش میکنم. چطوری گیرش آوردی؟ مفصله. چند سال طول کشید. خوش آمد. جنم داری برکلا. تو حاضری بیای شهادت بدی؟ آره میام. حتما. پس هر چیزی یادت اومد به هم بگو. اگه یه کاغذ خودکار داری بده تا شمارمو بهت بدم. من اگه بتونم تقاص ثروت پدرم رو از داوود بگیرم سهم تو محفوظه. به شرطی که هرچی یادت افتاد زنگ بزنی و به من بگی. اینم شماره منه. من 16 سال حبس کشیدم چون داوود لام داد. حالا هیچ چیزی برام مهمتر نیست که بفهمم اونم افتاده پشت میله‌ها.
اونم باید قاضی پس بده. 30 سال از خیانتش میگذره اما هنوز نگاه آخرش یادمه، اون صورت وحشت زده که اون دختر بچه سوار موتور کرد و در رفت. دختر بچه؟ خواهرت. ولی به من گفتن کل خانوادم کشته شده بودن، قایقم که آتیش زده بودی هیچ ردی برای شناسایی نمونده بود. 4 سالش بود، هنوز قیافش یادمه. داوود من سوار موتور که با خودش برد. با خانواده من چی کار کردی؟ خواهرم الان کجاست؟ گفتم آخرش جنی میشی. چه میدونم، چرا از من میپرسی؟ میگه نمیگی داوود زندانه؟ خب برو از اون بپرس. آخه خیرت نخواستیم، شر نرسون. همچنین وصیت میکنم برادرم غلام حسین سالار هر آنچه که از من باقی میماند به شکلی که باید و صلاح هست بله باش الان میام بایی سلام. خوش خبر باشه جوان، چطور اومدی اینجا؟ روزنه امیدی پیدا شده؟ حقیقتش اینه که نه، ولی یه چیزای جدیدی فهمیدم. خیر باشه. راستش یه سوال به سوالای دیگه هم اضافه شده. اون روز اولی که سالا رو آوردن بیمارستان کسی دیگه ای همراهش نبود؟ مثلا یه دختر بچه؟ اول به من بگو چی شنیدی تا ببینم چه کمکی میتونم بهت بکنم. ما هر دو تو یه تیمیم، یادت رفته؟ واقعیتش اینه که من دیگه نمیدونم چی درسته چی غلط، ولی من باید با آقای سالار حرف بزنم. خواهش میکنم یه کاری کنید با من حرف بزنه. چی میخوای ازش بشنوی؟ اگه اون چیزی یادش میومد که مفت مسلم خودشو نمیبرد بندازه پای چوبه دار. هر چی بگی میگه ترجیح میدم تقاص اون چیزیم که یادم نمیاد تو همین دنیا پس بدم تا حسابم صاف بشه. از قرار معلوم تو اون روز کذایی سالار یه دختر بچه 3-4 ساله رو دزدیده بوده. اینو ناصر گفت. چیزیه که تا حالا هیچ کس بهش اشاره نکرده بود. اگه اون دختر بچه اینقدر کوچیک بوده پیدا کردنش دردی رو دوا نمی‌کنه. قطعاً چیزی هم یادش نمیاد که به این ماجرا کمک کنه. جز اینکه به قطر پرونده ی رفیق بخت برگشته ی من بازم اضافه کنه. اگه من اینقدر بهش ایمان نداشتم دیگه با این شواهد جدید یواش یواش منم بهش شک میکردم. ولی وقتی حسین رو آوردن بیمارستان تنها بود، یعنی وقتی که من روی تخت دیدمش تنها بود. باید برم کل شهر رو بگردم.
خونه به خونه. حالا اون دختر کی هست؟ خواهر من آقای کامیاب، خواهری که حتی 1% هم احتمال نمیدادم زنده باشه. تو تمام سالهای بعدم هیچ ردی ازش پیدا نکردم. شایدم تو همون بمباران ایسکا کشته شده باشه، ولی فکرش، فکر این که هنوز زنده است یه لحظه آرومم نمیذاره. سلام خانم. خسته نباشید. متشکرم. من برم. سلام. سلام. خبرهای خوبی ندارید نه؟ من تا جایی که از دستم بر بیاد میگردم. بهتون قول دادم. ولی تو صداتون امیدی نیست. این روزا چیزایی میشنوم که ناامیدم میکنه. کاش همه چیزی یه جور دیگه بود. برندیمش سراغ بیمارستان مرکزی شهر رو بگیم. اگه نشونی وجود داشته باشه همونجاست. همونجا بود که من اون موقع حسینه دیدم. همه زخمی ها رو می آوردن توی همون بیمارستان. اون منطقه خرابتر از اون بود که بتونی جایی رو پیدا کنی که اسم اون بچه سبز شده باشه. برای پیدا کردنش فقط همین یه شانس داری. پیدا کردن کی؟ خواهرم. فکر میکنم زنده است. من اگه چیزی پیدا کردم بهتون خبر میدم. خداحافظ. خداحافظ. چی داره سرمون میاد عمو؟ من اینو نشونه بدی نمیبینم. شاید حسین خواسته با اون بچه کمک کنه. عمو، عمو، عمو رحیم، عمو رحیم، عمو جان، یکی به ما کمک کنه، عمو جان، عمو رحیم. عمو، عمو رحیم، عمو رحیم، تو رو خدا بیدار شید بگید دکتر هرچی میگه دروغه. عمو تو رو خدا بگید نمیخوای ما رو تنها بذارید. عمو، عمو، الا مامان حالم خوب نیست اصلا. همو بردم دیگه. بازداشتگاه هنوز. عمو حالش بد شد و بردمش بیمارستان. دکترش یه چیزایی گفت نصفشو نشنیدم انقدر حالم بد شد. مامان تو میدونستی انقدر حال عمو بده؟ برامون دعا کن تو رو خدا. هیچی اونجوری که باید پیش نمیره. هیچی. الو سلام، اتفاقی افتاده؟ ممنونم که خبر دادی دکتر.
بین این همه ماجرای بد این تنها چیزی بود که میتونست آرومم کنه. خیلی ممنونم. میام تهران میبینمتون. بله بله. خدا نگهدار. خدا حافظ. الو سلام. خواب که نبودی؟ ببین سعید چشماشو باز کرده. آره خدا رو شکر. خب خدا رو شکر. ممنون که خبر دادی. من واقعا به خبر خوب احتیاج داشتم. باورم نمیشد هنوز توی ماجرای ما چیزای امیدوار کننده مونده باشه. حالت خوب نیست؟ نه خوبم. خوبی. مهم نیست. از خواهرت نشونه چیزی پیدا کردی؟ الان کجایی؟ من رسیدم اندیمش. دارم میرم همون بیمارستانی که آقای کامیاب آدرسشو داده بود. برام دعا کن. خداحافظ. اینا هم برای خودش باشه. جوون 20 ساله با نشونه های موج انفجار، خونریزی و ناحیه پا که چیزی هم برای شناسایی هویتش نداشت. 13 روز بعدم یه اسم غلام حسین اینجا اضافه شد. دست درد نکنه ولی من همه اینا رو خودم میدونستم تا اینجا شو. خواهش بکنم کار. خب اون دخترک رو ببین. ببین اینجا بستری بوده؟ دخترک خورد سال بذار ببینم اینجا که نداری. این صفحه تو نگاه کن. دخترک پیداش کردم رو بخواد. یه دختر کوچیک 4 ساله به اسم سیمین که نه آقایم براش پیدا نشده. خوشه؟ یعنی زنده مونده؟ ببین بعدش چه اتفاقی افتاده؟ مرخص شده؟ نشده؟ ما دیگه نمیدونم. ایجا چیزی از زمان ترخیصش ننوشته که. تو رو خدا تو تنها امید منی. اون خواهر گم شده منه. ایجا چیزی ننوشته کام. ولی شاید یکی توی بیمارستان هست بتونه کمکت کنه. کیه؟ یه پرستار قدیمی هست که چند سالی بازنشست شده. ولی داوطلبان خوش ایجا کمک میکنه. او شاید بتونه کمکت کنه. شاید یه چیزی یادش بیاد. مگه میشه سیمین بروجکی از یادم بره؟ همیشه اینجا رو میذاره رو سرش. خب بعد از اینکه خوب شد از اینجا مرخص شد شما میدونید چه اتفاقی براش افتاد؟ اگه چند سال پیش این سوال از من میکردید مطمئن باشید که جوابتون رو نمیدادم. ولی حالا که دیگه فرشته زنده نیست بهتون میگم. فرشته کیه؟ همکارم بود. با هم دوست بودیم. بچه دار نمیشد. تو تمام سالهای جنگ به خاطر اینکه خدا سیمین رو بهش داده پشت خط مقدم پا به پای سرباز و وایساد و کمکشون کرد. ترکش هایی که تو بدنش مونده بود چند سال پیش کار خودشو کرد. اون روزا فرشته سیمینو با خودش برد که بزرگش کنه بدون اینکه به کسی خبر بده. اما اینم بهتون بگم سالها دنبال خانوادش گشت اما کسی رو پیدا نکرد. بعد مطمئن شد که خدا سیمینو براش فرستاده. اون بچه زندگیش رو نجات داد. بعد مرگ فرشته خانم شما خبری از سیمین دارید؟ اومده زندگیش رو به هم بریزی؟ خانم اون حق داره بدونه کی و از کجا اومده. معلم شده. بعض وقتا میاد دیدن من. ازدواج کرده. یه دختر داره. من باید باش حرف بزنم. باشه. من بهش میگم که یه نفر اومده ببینتش. خواهش میکنم خانم. من اینقدر وقت ندارم. من برادرشم. برادری که اون نمیدونه زنده است. همونطور که من نمیدونستم. حسین سالار.
یه شبی بهت گفتم اگه کابوس تو تعریف کنی شاید تو بیداری برات اتفاق نیفته، اما اینقدر تعریف نکردی که بالاخره توی واقعیت یقتو گرفت. من هنوزم درست درمون نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اگرم میدونستم همون کار رو میکردم که الان دارم میکنم. خیلی دوست دارم حرفاتو باور کنم، ولی روز مرگ جاسم چرا فرار کردی؟ اصلا خبر نداشتم که ماشین بهش زده. تازه اینجا تو خرمشهر همسرم بهم گفته چی شده. میدونی اگه برات گردونم تهران روزنامه ها چه قصه ای برات میسازن؟ اصلا برام مهم نیست. این جلوی حسابی که یوم الحساب باید پس بدم ذره برام اهمیت نداره. اگه خودم معرفی کردم فقط واسه خاطر این که تو این دنیا میخوام حسابم صاف بشه. تهران به اندازه کافی وقت داریم با هم حرف بزنیم. اومدم ببرمت. بسم الله. بله. سلام. سلام. شما سیمین خانم هستین؟ من شما رو میشناسم.